مطلع بشم و بتونیم برنامه رو ادامه بدیم با هم دیگه. ظاهرا صدا و تصویر من رو عزیزان دریافت نمی کنن. خانم شیلا گلبهار گفتن که اوکی. خب خدا رو 100,000 مرتبه که تصویر اوکیه. متاسفانه من یه اتفاق خیلی عجیب و غریبی برای سیستمم لپتاپم افتاد، چون من لایف ها رو از طریق لپتاپ با شما در میون میگذارم، یهو من دیدم که کلن تصویر قفل شد، لپتاپ نه خاموش میشد نه میتونستم هیچ تغییر و تحولی درش ایجاد بکنم، ضمن اینکه کلن اینترنتم قطع شد. بعد دیدم شارژ لپتاپم تموم شده در صورتی که 100% شارژ داشت. یه اتفاق عجیب و غریبی افتاد، ولی خوشحالم که در این لحظه شما عزیزان رو مجدداً دارم. خب این قسمت دوم برنامه رو به نظرم بیشتر اختصاص بدیم به پرسش هایی که شما عزیزان ممکنه از من داشته باشین. متاسفانه یک بخشی و یک تعدادی از عزیزانی که به لایو قبلی آمده بودند رو ما از دست دادیم. امیدوارم که حداقل بخشی از این عزیزان اضافه بشن تا ما بتونیم بحث رو ادامه بدیم. آقای مهدی نازنین درود و سلام بر شما. بحث برنامه قبلی در این ارتباط بود که خب اشاره‌ای داشتیم به تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی روسیه گرفته مبنی بر عدم اجازه به برگزاری جام جهانی در قطر، که خب همونطور که اشاره شد میتونه چالش‌های زیادی رو با خودش به همراه داشته باشه. در ادامه یک نقبی زدیم به فضای فعالیت سلبریتی ها و الان هم من اینجا هستم تا بتونم بحث رو با شما عزیزان ادامه بدم و اگر سوالی دارید که در خدمت شما عزیزان هستم، اگر نه نکاتی رو عرض بکنم خدمتتون و از حضورتون مرخص بشم. خب دوستان سوالی هستش، سوالی رو تمایل دارید مطرح بکنید؟ چون قبل از اینکه لایو قبلی قطع بشه من دیدم که ظاهراً برخی از دوستان سوالاتی رو میخواستن مطرح بکنن، حالا نمیدونم حضور دارن یا نه. سلام، من متولد 26 اسفند ماه سال 1365 هستم. ابی سوری نازنین، نمیدونم شاید به خاطر سرعت اینترنت شما باشه ابی جان، چون که حالا البته دوستان دیگه هم به من بگن صدا و تصویر رو به چه صورت دارن. اگر در حال حاضر صدا و تصویر رو به خوبی دارید دریافت میکنید به من حتما اطلاع بدین که در جریان باشم. هر دوش خوبه. آقای سرپیکو ظاهرن صدا و تصویر رو به خوبی دریافت میکنید. آقای مهدی میگن صدا خوبه، خانم شیلا میگن که خوبه و خب ممنون از این که حضور دارین و اعلام نظر میکنید. تصویر هم بد نیست. بله خب میگم دیگه به خاطر مقدار مشکلات اینترنتی هم هست. آقای فلاح نازنی درود بر شما. ببینید حالا نکته‌ای که میخواستم خدمتتون عرض بکنم این هستش که اجازه بدید برگردیم به فوتبال. فوتبال علارغم این که یک ورزش هست، ورزشی که در حداقل 40 سال اخیر به یک ورزش صنعت تبدیل شده، اونایی که پیشکسوت‌تر هستن و تجربه بیشتری از تماشای مسابقات بین‌المللی ورزشی به ویژه فوتبال رو دارن، حتما در جریان اتفاقات جام جهانی 1978 آرژانتین قرار گرفتن. در پیش از برگزاری جام جهانی 1978 آرژانتین با یک بحران اقتصادی مواجه شده بود و به هر حال شرایط اقتصادی و معیشتی مردمش بسیار بسیار ملتهب بود و در آستانه یک اضمحلال ساختاری تمام عیار قرار داشت، ولی با برگزاری جام جهانی 1978 به نوعی میشه گفتش که اقتصاد نیمه جان آرژانتین احیا شد، مجددا روی پای خودش ایستاد و تونست به حرکت خودش ادامه بده.
اگر بخوایم یک گریزی هم بزنیم به کشور خودمون، حتما در جریان هستیم که المپیک آسیایی 1974 رو ما در تهران برگزار کردیم، در دهکده المپیک، دهکده ای که در اصل ساخته شده بود برای اسکان ورزشکاران، تیم های مختلف، همینطور در اطراف اون دهکده المپیک هم ورزشگاه 100 هزار نفری رو بنیان کردن و عملا بعد از برگزاری المپیک آسیایی تهران بنابر این بود که در سال 1984 ما المپیک رو، مسابقات بین المللی المپیک رو هم در تهران برگزار بکنیم. حتی شاه تونسته بود این امتیاز رو از سازمان جهانی المپیک دریافت بکنه و اگر اشتباه نکنم المپیک جام جهانی 1994 که در امریکا برگزار شد هم بنا بود که در ایران برگزار بشه. نکته در سال همون سالهای 1974 تا 1976 اوریانا فالاچی خبرنگار ایتالیایی که به هر حال او رو هم در حوزه خبر و هم در حوزه داستان‌هایی که نوشته قاعدتاً می‌شناسن عزیزانی که علاقه‌مند هستن به این حیطه‌ها، مصاحبه‌ای رو اوریان فالاچی در تهران با محمد رضا شاه برگزار می‌کنه. اونجا از شاه می‌پرسه که با توجه به اینکه به هر حال شما استخراج نفتتون خیلی زیاده و میزان فروشتون هم خیلی بالاست و با توجه به اینکه ذخایر نفت ایران، ذخایر موجود نفت ایران تا حدود 10 سال دیگه به پایان میرسه، تصورتون برای آینده اقتصادی ایران به چه شکل هست؟ اونجا محمد رضا شاه یک حرف جالبی رو میزنه و ای کاش که حداقل گروه دیگری هم که جایگزین ساختار پهلوی شدن در این زمینه ادامه دهنده راه شاه میبودن. شاه میگه که ما تا سال 1984 طبق گفته شما ذخایر موجود نفت و گازمون رو از دست میدیم، یعنی با توجه به میزان استخراجی که داریم اون ذخایر به پایان میرسه. در سال 1984 ما المپیک رو در تهران برگزار میکنیم و بعد از اون سازوکار اقتصادی ایران به سمت جذب توریست و در از توسعه صنعت گردشگری در ایران میره و ما در اون تاریخ به یک کشور توسعه یافته بدل شدیم که دیگه نیازی به فروش منابع طبیعیمون نداریم. آنچه که ورژن های پیشرفته ترش رو در ژاپن و حالا بعضی از کشورهای اروپایی شاهدش هستیم. خب بنابراین شما تصور میکنید اگر المپیک 1984 ما اجازه میدادیم که در تهران برگزار بشه و بعد جام جهانی امریکا هم در ایران برگزار میشد، ایران میتونست به لحاظ اقتصادی چقدر پیشرفت بکنه با توجه به اون ذخایر و پتانسیل گردشگری که ما در کشورمون داریم؟ چقدر ممکن بود که این جذب توریست منجر به این بشه که اصولا اقتصاد ایران و صنعت ایران بر پایه یک همچین فضایی اداره بشه؟ اتفاقی که از دوران رضا شاه عملا کلید خورده بود. خیلی ها نقد میکنن به رضا شاه که او به زور املاک به هر حال کشاورزان و شالیکاران شمالی رو غصب کرد و به نام خودش کرد یا با یک مبالغ اونها رو خرید و به عنوان املاک سلطنتی مورد بهره بدر شد. نکته این بود که رضا شاه چندین بار از کشاورزان شمالی خواسته بود که با توجه به فضایی که شمال ایران ازش برخوردار هست، اون آب و هوا، اون طبیعت بکری که داره، اگر این کشاورزها بیان و در کنار حالا فعالیت کشاورزیشون بخشی از زمینشون رو هم اختصاص بدن به ساختن هتل، مهمانسرا، ویلا و امکاناتی که برای به هر حال جذب توریست میتونه لازم باشه، او حتی حاضر هست به او کمک‌های به اون کشاورزان کمک‌های مالی رو هم ارائه بده. خیلی از اون کشاورزان محافظه‌کارانه رفتار کردن و در دوره رضا شاه حاضر نشدن حداقل بخشی از زمین‌های زراعی خودشون رو اختصاص بدن به ساخت هتل، ویلا و مسائلی از این دست. این مسئله باعث شد که با توجه به اون الگوهایی که رضا شاه از اروپا و حتی همین کشور همسایه ترکیه دیده بود، خودش وارد عمل بشه و عملاً بخش‌هایی از زمین‌ها رو در اختیار بگیره و شروع بکنه به ساخت و ساز که مجموعه هتل‌های رامسر که یک هتل قدیمی و یک هتل
جدیدتر رو شما در یک فضای بسیار بکری میبینید، در دامنه کوههای رامسر این دو هتل بنا شده و شاید یکی از بهترین موقعیت‌های لوکیشنی شمال ایران رو به خودش اختصاص داده. رضا شاه یه همچین چیزی رو در سر و در ذهن خودش میپرورونه، چرا که به هر حال اون موقع داستان نفت هم خیلی جدی نشده بود، حداقل به این جدیتی که در دهه 20 و 30 ما شاهدش بودیم در نیامده بود. خب محمد رضا شاه هم این صنعت گردشگری رو سعی کرد در برنامه‌های توسعه اقتصادی خودش بگنجونه. اصولا فلسفه برگزاری جشن‌های 2500 ساله که به هر حال همراه شد با دعوت خیلی از سیاستمداران به ایران و پخش سراسری این مراسم در شبکه‌های تلویزیونی مختلف در اقصی نقاط جهان، این خودش خیلی کمک میکرد که ضمن اینکه به هر حال فرهنگ ایران رو داره به سایر ملل میشناسونه، یک فضایی رو، یک ظرفیتی رو آزاد بکنه در جهت جذب توریست های بین المللی، توریست های خارجی که بیان تخت جمشید رو ببینن، از آثار باستانی ایران دیدن بکنن. چون به هر ترتیب ایران با توجه به اون موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی که ازش برخوردار بود کمی دور بود از در حال غرب به لحاظ جغرافیایی، و این مسئله شاید باعث شده بود که خیلی از گردشگران اصولا اطلاعات جامعی رو نسبت به ایران نداشته باشن و برگزاری چنین مراسمی و پخش رسانه‌ای اونها میتونست خیلی کمک بکنه به جذب گردشگر. البته خب نقدهایی هم به نوع برگزاری اون مراسم وارد بود، چرا که برای هزینه های هنگفتی صورت گرفته بود. گفته میشد که بسیاری از غذاها با هواپیما از مثلا فرانسه و داره وارد تهران میشه، وارد ایران میشه. میشه گفتش که اون بودجه‌ای که اختصاص پیدا کرده بود به برگزاری این مراسم کمی گزاف به نظر میرسید و این در شرایطی بود که خیلی از مردم ایران به ویژه افرادی که برآمده از جامعه روستایی بودند که به واسطه صنعتی شدن شهر و توسعه کارخانه ها اومده بودند زندگی روستایی رو رها کرده بودند در جهت برنامه های اصلاحات ارضی شاه به شهرها مهاجرت کرده بودند، در حاشیه شهرها ساکن شده بودند و نه تنها بافت فرهنگی شهر رو بر نمیتافتند و به لحاظ اقتصادی هم با موقعیت شهرنشینی خیلی سنخیتی نداشتن. شما در نظر بگیرید که حالا این تبعیضی که احساس میکردن بین زندگی خودشون و آنچه که داره در سطح اول مملکت میگذره مزید بر علت شده بود تا اعتراضاتی رو مطرح بکنن. این نکاتی بود که دلم میخواست حتما راجع بهش با همدیگه صحبت بکنیم که به هر حال توسعه گردشگری در زمان پهلوی هرچند ممکن بود در مقاطعی با سیاست‌های غلطی پیگیری بشه، اما به عنوان یکی از برنامه‌های مهم و درازمدت حکومت پهلوی بود که عرض کردم ای کاش در شرایط فعلی هم مسئولین ساختار موجود این سیاست‌ها رو حداقل به شکل اصلاح شده‌تری پی می‌گرفتن. متأسفانه ما در همین تهران، در همین پایتخت مراکزی داریم، ابنیه‌ای داریم و موقعیت‌هایی داریم که بسیار جذابه، بسیار میتونه در جذب گردشگر مفید و مؤثر باشه و متأسفانه ازش استفاده و بهره‌ای برده نمیشه. و حالا شما در نظر بگیرید در شرایط و موقعیتی که ما گرفتارش هستیم که به هر حال بحث تحریم‌ها هست، بحث خیلی از مسائل دیگه هست، فشارهای اقتصادی دیگر، ما توی این زمینه، این تو حوزه گردشگری هم نتونستیم خودمون رو ارتقا بدیم، گرچه در دولت گذشته یک تلاش‌های نیمبندی صورت گرفت. مثلا شما در همین فصل تابستان اگر در خیابان‌های پایتخت به ویژه مثلا نزدیکی‌های سفارت آمریکا، سفارت تسخیر شده آمریکا البته، قدم می‌زدید خارجی‌های زیادی رو می‌دیدید. یعنی تو پیاده رو مثلا افرادی بودن که از روسیه اومده بودن، چینی زیاد می‌دیدید، از مثلا آلمان می‌دیدید افرادی رو که اومدن، ولی الان حتی اونا رو هم نمی‌بینید. یعنی الان شما اگر در همون محدوده پیاده روی داشته باشید می‌بینید که تعداد توریست‌های خارجی به شدت افت پیدا کرده
و این نشون دهنده اینه که سیاست‌های جذب گردشگر در ایران با موفقیت همراه نبوده و چند دلیل هم داره. یکی از دلایلش میتونه بحث مسائل فرهنگی و همین قوانین به هر حال مذهبی باشه که حاکم هست. خب روس‌ها خیلی تمایل دارن که مشروبات الکلی سرو بکنن، دلشون میخواد که اگر با دوست دخترشون یا پارتنرشون وارد ایران میشن بتونن از هتل در یک اتاق استفاده بکنن، بتونن با اون نوع پوششی که مایل هستن در خیابان و فضاهای عمومی شرکت بکنن. و به واسطه این محدودیتایی که وجود داره ما امروزه میبینیم که روس‌ها، مقصد گردشگری روس‌ها به جاهایی مثل آنتالیا، آنالیا، کوشاداسی، بدروم و جاهایی از این دست رفته و ما با وجود همه اون پتانسیل جغرافیایی، ابنیه تاریخی، آب و هوای بکری که در اقصانقات کشور مشاهدش هستیم، نتونستیم خارجی ها رو بیاریم. و حتی میبینیم که اعرابی هم که در همسایگی ایران هستن معمولا فقط برای سفر زیارتی ایران رو انتخاب میکنن و مقصدشون دیگه در بهترین شرایط ممکن میتونه مثلا شهرهای شمالی ایران باشه، در صورتی که شیراز، اصفهان، حتی میخوام بگم خود کیش، حتی همین جزیره کیش که در نزدیکی خلیج فارس هست، جزیره قشم، اینها میتونن مقصد گردشگرای بین المللی باشن. اگر ما یه مقدار قوانین خودمون رو اصلاح بکنیم، اگر یک فضایی رو ایجاد بکنیم که حداقل خارجی ها بتونن با خیال راحت تری در فضای ایران حضور پیدا بکنن، خب شرایط خیلی تغییر میکنه. خب دوستان من ببینم که سوالی مطرح هستش که بخوایم راجبش با هم صحبت بکنیم. من دوستان لایو قبل رو تعداد زیادشون رو از دست دادم به خاطر اون قطع و وصلی که صورت گرفته، چون خودم نمیخوام متکلم وحده باشم فقط من صحبت بکنم. در ارتباط با سلبریتی ها هم یه نکته رو بهتون بگم، حالا بحث ها منحرف میشه به مسائل مختلف. ببینید ما در دوره گذشته سلبریتی هایی رو داشتیم که اینا به حیات هنری خودشون یا حیات شهرتی خودشون در دوره بعد که میشد بعد از انقلاب هم ادامه دادن. مثلا افرادی بودن مثل آقای حسین گیل که در دوران قبل از انقلاب بسیار اکتیو بودن، به نوعی میشه گفت بدمن سینما ایران بودن، بعد در دوران بعد از انقلاب هم فعالیت سینماییشون ادامه پیدا کرد و البته خب در نقش‌های مثبت‌تری ما شاهد حضور ایشون در فعالیت‌های سینمایی بودیم و از یک مرحله به بعد هم اصلا جذب سیستم شدن و ذوب در فعالیت‌های حالا به نوعی جهادی و فعالیت‌های عملیاتی و مسائلی از این دست شدن، که خب البته فضای جنگ هم در شکل گیری این قبیل تفکرات و اندیشه ها خیلی تأثیر گذار بود. گونه دیگری از سلبریتی های هنرمندان به ویژه عرصه سینما رو داشتیم که اینها به هر حال ستاره های دوران قبل از انقلاب بودن و در دوران بعد از انقلاب هم وقتی که فعالیتشون ادامه پیدا کرد تونستن، البته بهتر بگم ستاره های سینمایی قبل از انقلاب نبودن، اینها ستاره های عرصه نمایش بودن، یعنی ستاره های تئاتر بودن که به سینما نفوذ پیدا کرده بودند، آثاری رو هم در سینما ایفا کرده بودند و بعد از انقلاب به شکل پررنگتری شاهد حضورشون در عرصه های مختلف تصویر بودیم. خب به قول آقای پرویز پرستوی، پنجتن سینمای ایران رو میشه از این دست شمرد: آقای نصیریان، آقای انتظامی، آقای رشیدی، آقای کشاورز و آقای جمشید مشایخ. گروه دیگری بودن که اینها به سوپر استارهای سینمای قبل از انقلاب به نوعی قلمداد میشدن، بازیگران گیشه محور سینمای قبل از انقلاب بودن که اینها بعد از انقلاب دوره افول خودشون رو سپری کردن، ممنوع فعالیت شدن، مهاجرت کردن و عملا دیگه دور موندن از فضای حرفه‌ای کار هنری خودشون، که آقای فردین، آقای ناصر ملک مطیعی بودن، آقای بیکی ماوردی، آقای بهروز وثوقی و تعداد دیگری از هنرمندان که البته بخششون هم مربوط میشن به جامعه بانوان مثل خانم شورانگیز طباطبایی، خانم آرام، حتی خود گوگوش رو اگر بخوایم نام ببریم، به ویژه در سالهایی که بعد از انقلاب ایران به سر می‌برد.
پس ما اگر بخوایم یک ساختار بندی داشته باشیم، با سه مدل سلبریتی مواجه بودیم که اینها قبل انقلاب و بعد از انقلابشون بسیار متفاوت بوده، شرایط گوناگونی رو سپری کرده. ولی وقتی که بررسی میکنیم و میایم جلو، میبینیم امروز روز هم، یعنی در دهه های مختلف، برای مثال مثلا در سال 88 هم ما باز با یک نسل اینچنینی در دوره بعد از انقلاب مواجه بودیم. سلبریتی هایی بودن که حامی جریان موج سلف بودن، به اعتراضات پیوسته بودن. بعد از فروکش کردن اعتراضات سال 88 هم همچنان بر عقیده خودشون ایستادن و حتی به جان خریدن ممنوع فعالیت شدن های خودشون رو، نمیدونم کمکار شدن ها رو، و حتی ممکنه برخیشون هم تن به مهاجرت دادن. عده دیگه ای از سلبریتی ها بودن که تغییر هویت اعتقادی دادن، یعنی مثلا ممکن بود در سال 88 همراه بودن با اون جریان، بعدش اومدن گفت به نوعی اعلام براءت جستن که آقا ما، یا گفتن ما سیاسی نیستیم، یا گفتن آقا ما به دنبال چنین افکاری نبودیم و امروز روز مثلا براءت میجوییم از ادامه این روندی که پیش آمده. عده دیگری هم بودن که اینها نه تنها بعد از اون ماجرا تغییر هویت دادن، که اصلا همسو شدن، یعنی از فاز انفعال هم خارج شدن و عملا همسو شدن با جریان غالب، تبدیل شدن به بخشی از اون بدنه غالب. که مثلا آقای امین حیایی رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، به هر حال امین حیایی فردی بود که ضمن احترام زیادی که برای امین حیایی قائل هستم، فردی بود که ما میبینیم که بعد از ماجرای 88 در فیلم کارگردان‌های ایفای نقش میکنه که اونها ایدئولوگ هستن، باور ایدئولوژی خاصی دارن و حتی اون فیلمی که ساخته میشه نگاه سیاسی خاصی رو داره منتقل میکنه به مخاطب، و میبینیم تعدادی از بازیگرها مثل آقای نورایی، مثل آقای حیایی، اینها میپذیرن که حالا در ساختار جدید نه تنها ادامه فعالیت بدن، که حتی همسو بشن با جریان. بنابراین میخوام بگم که خیلی ما نمیتونیم روی آنچه که توسط سلبریتی ها و هنرمندان در مقاطع زمانی مختلف در دوره های زمانی مختلف مطرح میشه فوکوس بکنیم و اون رو ملاک و معیار برای خودمون قرار بدیم و یک جورای ما پشت سر اونها قرار بگیریم. مطمئن باشید که با توجه به تحولات اجتماعی و به هر حال دگرگونی هایی که در حوزه تحصیلات جامعه ایران صورت گرفته، اکثر جوانای ما تحصیل کرده هستند، اکثرشون صاحب فکر و عقیده هستند، به نوعی دارای قوه ادراک و فکر هستند و دیگه مثل سابق نیستش که یک نفر جلو بیفته، یک هنرمند یا یک سلبریتی بیاد وسط و مردم حول محور او بیستن. اشتباهی هم که سیستم فعلی داره انجام میده همینه، یعنی به همچنان سیستم به این گمانه که مثلا یه سلبریتی اومده یه حرفی رو زده و مردم هم رفتن دورش جمع شدن و این مثلا به قول خودشون اختشاشات و اتفاقاتی هم که داره میفته محصول اون صحبتیه که سلبریتی کرده. یعنی حضرات به این نکته قائل نیستن که آقا ممکنه ما هم در فرایند اجرای قوانین خودمون، ما هم در کنار فعالیت هایی که تا به امروز انجام دادیم دچار خطا و اشتباه شده باشیم، ما هم ناکارآمدی هایی ازمون سر زده باشه که مردم رو عصبی کرده باشه، و به همین دلیل میبینید که راه میافتن میرن نمیدونم اون سلبریتی، اون بازیگر، اون فوتبالیست رو دستگیر میکنن، بازداشت میکنن و یک ترس و حراس اینچنینی در دل مردم راه میاندازن. در صورتی که شما در درجه اول باید بپذیرید که آقا یک جاهای خطا داشتین، مردم از قبل خطاهای شما عصبانی شدن و عصبانیت خودشون رو دارن به یک شکلی در قالب واکنش‌هایی نشون میدن. حالا این وسط 4 تا سلبریتی هم اومدن همراهشون شدن، 4 تا سلبریتی دیگه ممکنه به صورت انفعالی عمل کرده باشن، 4 تا دیگه وسط باز بوده باشن، یکی به نل بزنن، یکی به میخ بزنن، من کاری ندارم. نکته ای که وجود داره این هستش که ساختار فعلی باید بفهمه این موضوع رو که
این سلبریتی ها هستن که پشت مردم قرار میگیرن، نه مردم پشت سلبریتی ها. و اگر این موضوع رو بفهمه میتونه درک بهتری از شرایط داشته باشه، میتونه ساز و کار مناسب تری رو برای رفع موانع و مشکلاتی که سر راه مردم در زندگی اقتصادیشون، در شرایط برحال معیشتیشون و همینطور اون فضای اجتماعی که دلشون میخواد مردم ایران داشته باشن، اون آزادی های اجتماعی که به دنبالش هستن رو بتونه تأمین بکنه یا حداقل نزدیک بشه با اون خواسته هایی که مردم ازش دارن. در غیر این صورت مدام این شکاف گسترده تر میشه، هر اقدامی که صورت میگیره یک ضد تبلیغی برای خود ساختار فعلی خواهد بود و روز به روز مردم در حال فاصله میگیرن و قطعا نتیجه دلچسبی رو واسه حضرات نخواهد داشت. آقای فریده، خانم فریده خلیلی عذرخواهی میکنم، گفتن که سلام آقای کیان، خدا قوت، میشه لطفا در مورد فایل صوتی خانم فائزه هاشمی صحبت کنید؟ من یعنی فایل صوتی که جدیدنشون منتشر کردن، چون من فایل رو نشنیدم متاسفانه. میگم سرعت اینترنت هم که انقدر نوسان داره، من تو فضای مجازی هم حقیقتش خیلی نمیتونم، جدا از یوتیوب که با لپتاپ هستم و فیلتر شکنی که روی لپتاپم نصبه، خب فیلتر شکنیه که خوشبختانه تا به امروز کم مشکل ترین فیلتر شکنی بوده که من ازش استفاده کردم، ولی سایفون که روی گوشی موبایلم نصب هست متاسفانه اون قابلیت رو نداره که به من اجازه بده و این فرصت رو بده که تو فضای مجازی حضور داشته باشم و بتونم حالا اتفاقاتی که میفته رو به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تری رصد بکنم. اگه ممکنه یه مقدار راجع به این فایل صوتی صحبت بکنید، ببینیم مثلا ماجرای فایل صوتی خانم فائزه هاشمی چی هست، چون من هیچ اطلاعی ندارم. خب دوستان عزیز، پرسشی اگر هست در خدمتتون هستم، با هم میتونیم بحث رو ادامه بدیم. خوشبختانه تعداد داره کمی افزایش پیدا میکنه و همین میتونیم دلگرمی بده به ما، زمینه که به هر حال امشب پنجشنبه هست، قاعدتا در ایران جمعه تعطیل رسمی است، در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی فکر میکنم شنبه و یک شنبه تعطیلات باشه. امیدوارم که همه عزیزان از اقصا نقاط جهان بیننده این برنامه باشن. هدف من هم از این لایف ها این هستش که بتونیم با همدیگه بیشتر گپ و گفتگو داشته باشیم. خب خانم خلیلی موضوع خاصی داشته؟ من چون تو یوتیوب همچین چیزی رو ندیدم. موضوع خاصی داشته فایلشون؟ نکته خاصی رو ایشون بیان کرده بودن؟ چون من حداقل برای من نیومده همچین چیزی. خب آقای ابی سوری، در دوران جنگ هم بچه های تیم ملی کار خودشون رو میکنه. نکته خوبی رو آقای سوری نازنین اشاره کرد. ما حتما فوتبالی ها در جریان هستن که اصلا جنگ ایران و عراق وسط مسابقات جام ملت های آسیا در کویت کلید خورد. توی اون دوره زمانی بود که به هر حال تیم ملی به کویت رفته بود و در اواسط مسابقات بود که بچه های تیم ملی شنیدن که ایران مورد بمباران رژیم بعث عراق قرار گرفته. یکی از بدترین و تلخترین اتفاقات اون دوره خبر درگذشت برادر حسن روشن بود و بچه ها اصلا به نوعی فقط منتظر این بودن که مسابقات هرچه سریعتر تموم بشه و به ایران برگردن. و دقیقا از همون تاریخ، یعنی ما در سال این مسابقه در سال 59 داشت برگزار میشد در کویت و همچنان نسل فوتبالیستای قبل از انقلابمون در تیم ملی حضور داشتن. علی پروین بود، حسن روشن بود، ناصر حجازی بود. و زمانی که تیم ملی برگشت، هم به ایران برگشت، که خیلی ها معتقدن اگر اون تیم ملی اگر جنگ نشده بود حتما اون تیم ملی قهرمان آسیا میشد برای بار چهارم، ولی خب با توجه به شرایط بحرانی که پیش اومده بود تیم ملی بعد از پایان مسابقات، که فکر میکنم در اون مسابقات اگر اشتباه نکنم سوم هم شدیم اگر اشتباه نکنم، تیم ملی برمیگرده به ایران
سازوکار سازمان تربیت بدنی اون زمان تغییر میکنه و یک حکم عجیب و غریبی توسط رئیس وقت سازمان تربیت بدنی به حال اعلام میشه، مبنی بر عدم حضور فوتبالیست‌های زیر 27 سال، برای اینکه بخواد نسل جوان رو آماده بکنه و مهیا بکنه برای مسابقات. این تفکر که تفکر بسیار پوسیده‌ای هم بود، برآمده از این نگاه بود که آقا ما باید همه خاطرات بصری و شنیداری مردم رو از دوران قبل از انقلاب پاک بکنیم. یعنی اگر فرض مثال مردم از تیم ملی دوران قبل از انقلاب با چهره هایی که توی اون تیم بازی میکردن خاطره دارن، خاطرات خوب دارن، ما باید این چهره ها رو حذف بکنیم، یه سری فوتبالیست نوظهور رو جایگزین بکنیم و اینها بیان و در اصل خاطرات جدیدی رو برای ملت ایران خلق بکنن. محصول این بی تدبیری خط خوردن ناصر حجازی بود، علی پروین به نوعی بود، حسن روشن رو به بهانه‌های مختلف کنار گذاشتن و یک نسل دیگری رو به تیم ملی آوردن که البته اون نسل هم نسل درخشانی بود و در دهه 60 بازی‌های خوبی رو می‌دیدیم. ضمن اینکه متأسفانه ما تیم‌های ورزشیمون هم از المپیک سال 1982 اگر اشتباه نکنه، بله دیگه المپیک 1980 خیلی عذرخواهی میکنم، از المپیک 1980 تیم ورزشی ما باز موند به خاطر اینکه مسابقات در اگر اشتباه نکنم مسکو برگزار میشد و به هر حال شوروی کمونیستی همچنان بر مسند قدرت بود و ما حتی تا سال 1365 کشتیگیرامون علاوه بر اینکه با کشتیگیران اسرائیلی مسابقه نمیدادن، با آمریکایی ها هم مسابقه نمیدادیم. در اصل ما امریکا رو هم به رسمیت نمیشناختیم و در اون مسابقات رئیس وقت فدراسیون کشتی از اونجایی که سه قهرمانش خورده بودن، در فینال خورده بودن به کشتیگیران امریکایی، به نوعی اجتهاد میکنه و سه کشتیگیر رو به روی تشک میفرسته و هر سه کشتیگیر هم پیروز میشن و اونجا بود که تابوی مسابقه ندادن با امریکا میشکنه، گرچه که ایشون قربانی اون تصمیم میشه و از سمت خودش عزل میشه، از فدراسیون کشتی ایران برکنار میشه، اما به هر حال اون تابو شکسته شد و ما در مسابقات بعدی شاهد این بودیم که کشتیگیران ایران امریکا با هم مسابقه میدادن و در جام جهانی 98 فرانسه هم که طبیعتاً این اتفاق بین تیم‌های فوتبال دو کشور رخ داد. فکر نمی کنم خانم فریده که به دلیل این صحبتیشون دستگیر شده باشن که مثلا گفته باشن دولت فکر میکنه با انجام اصلاحاتی سرنوشت حکومت پهلوی دوچار میشه. قاعدتا باید بحث‌های پیچیده تری باشه، ضمن اینکه برای ایشون حوزه نفوذشون در محافل سیاسی زیاد هست، در کلاب هاست و هر جایی که حضور دارن و اظهار نظر میکنن معمولا منشأ بروز چالش هایی هست بین نیروهای حزب اللهی، غیر حزب اللهی و گروه های مختلف سیاسی. فکر میکنم دلیل دستگیری ایشون جلوگیری از برخی اظهار نظرهاشون باشه، نه اینکه به واسطه این اظهار نظرشون رو دستگیر کرده باشه. خب ببینیم که دیگه دوستان سوالی دارن. نکته ای اگر هست من در خدمتتون هستم. ضمن که آقای عبیه سوری هم نکته جالبی رو گفتن که فکر میکنم ایشون همچنان راجع به فوتبال دارن صحبت میکنن و تیم ملی ایران در جام جهانی. نکته این هستش که بله، تمرکز در فوتبال خیلی عنصر مهمیه. شما قاعدتا دیدید تیم‌های بزرگی که از ستاره‌های بسیار آنچنانی هم برخوردار بودن، قیمت تیمی خیلی بالایی هم داشتن، ولی نهایتا در برابر یک تیم متوسط شکست خوردن. در همون جام جهانی این اتفاق رخ داده، در مسابقات جام باشگاه‌های اروپا
بارها و بارها شاهدش بودیم که مثلا اون زمان که بورسیا دورتموند دارای یک تیم منسجم اما با بازیکنان سطح متوسط فوتبال دنیا بود، تونست بیاد و قهرمان اروپا بشه و ستاره های بزرگ فوتبال جهان رو در اصل حذف بکنه. جام جهانی هم همین طور هست، هیچ تیمی از پیش نه برنده است نه بازنده است و قاعدتا همونطور که در لایو قبلی هم خدمتتون عرض کردم، بحث غرور ملی، بحث اقتدار ملی ماست که این غرور و اقتدار هم به هیچ جناح و جریان و حزب و گروهی ربطی نداره، این به در اصل تک تک مردمی که هویت ایرانی دارن برمیگرده، فارغ از اندیشه و مسلک و مرامی که دارن. بله خانم خلیلی، چشمن اینو سعی میکنم که گوش بکنم، حتما اگر نظری راجع به صحبتهای خانم هاشمی داشتم در قالب یک برنامه دیگر میام و ارائه میکنم. ضمن این که حالا من خیلی دلم میخواد که حتما یک مقایسه بین حسین گیل و جمشید مشایخی داشته باشم. خیلی از ماها، حتی ما مخاطبین، ما مردم عادی، خیلی از ماها میدونید انسان‌های ظاهربینی هستیم، یعنی تصورمون این هستش که حسین گیل چون الان لباسش تغییر کرده، چون الان زاویه فکریش رو داره علنا فریاد میزنه، چون ریش داره، چون یه مدل دیگه است، آدمیه که آدم درستی نیست، آدم هفخطیه، آدم ریاکاریه، آدم مزوریه. ولی مثلا فرض مثال آقای جمشید مشایخی، آقای عزت الله انتظامی، آقای بهمن فرمان آرا، آقای داریوش مهرجویی، آقای مسعود کیمیایی، اینها چون یه جوری برآمده از یک محافل روشنفکری هستن، صاحب عقیده هستن، نمیدونم مدل لباس پوشیدنشون فرق میکنه، ادبیاتشون ادبیات متفاوت تریه، آدم های شیکی هن. پس اینا انسان هایی هستن که در جای درستی قرار گرفتن. با احترام به همه نام هایی که ازشون صحبت کردم، من اتفاقا حسین گیل رو انسان خالص‌تر و مخلص‌تر میبینم تا سایر نام ها. چون حسین گیل حداقل از یک تایمی به بعد اومد گفت آقا من نگاهم اینه، من مثلا جمهوری اسلامی رو میپذیرم، بهش اعتقاد دارم، در راستای اهدافش هم عمل میکنم، اگه لازم باشه میرم جونم هم میدم. و عملا شاهد این مسئله بودیم که از یک مرحله به بعد اصلا دیگه حسین گیل فیلم بازی نکرد، یعنی از نیمه دوم دهه 70 و به ویژه با روی کار آمدن اصلاحات دیگه ما حسین گیل رو در قالب بازیگر ندیدیم. البته دوره‌ای بود که ایشون مؤسسه فیلمسازی هم داشتن، فیلم‌های جنگی رو هم در نیمه اول دهه 70 ساختن، ولی خب آرام آرام کنار رفتن و امروز روز حتی ایشون تمایل نداره به عنوان بازیگر از ایشون یاد بشه. البته که من میدونم در محافل خصوصی همچنان با افرادی مثل پرویز بادپا و دوستان این چنینی اینها در ارتباط هستن و حضور دارن و با هم دیگه گپ و گفتایی دارن، ولی در قالب به هر حال محافل رسمی سینمایی و فرهنگی هنری بنا به دلایل شخصی که شاید منم ازش مطلع نباشم، ایشون نمیخواد دیگه حضور پیدا بکنه. اما آقای نصیریان، آقای جمشید مشایخی نازنین، آقای عزت الله انتظامی، این عزیزان که قبل از انقلاب ما شاهد حضورشون در محافل دربار بودیم، دستبوسی های این عزیزان رو دیده بودیم، بعد از انقلاب هم در محافل خصوصی گونه دیگری صحبت میکردن، گونه دیگری میاندیشیدن و در محافل رسمی پشت تریبونای رسمی به شکل دیگری نگاهشون رو عنوان میکردن، آیا این ریا نیست؟ آیا این تزویر نیست؟ اینکه شما تو خلوت خود دشنام بدی و در ظاهر بیای همراه بشی، همکاری بکنی، قربون صدقم یه جاهایی بری، مورد عزت و احترام هم قرار بگیری، جوایز سینمایت رو هم به تقدیم بکنن، اینجوری نمیشه. یعنی به نظر من آدم ها باید تکلیفشون در درجه اول با خودشون روشن باشه، بعد با جامعهشون، به ویژه آدم هایی که آدم های مؤثری هستن، آدم های مشهوری هستن، محبوب هستن، اینها نباید به قول حالا قدیمی ها زیر و رو بکشن. ما تختی رو داشتیم، ببینید تختی با همه عظمتش، تختی نه آدم باسوادی بود، نه آدم روشن فکری بود،
یک قهرمان کشتی بود با نوعی از خصوصیت‌های رفتاری که اون خصوصیت‌های رفتاریش به شدت به دل مردم می‌شست. حتی اگر شما تختی رو به گفته بزرگترها و افرادی که ایشون رو نزدیک دیده بودن، حتی اگر ایشون رو شما نزدیک می‌دیدید، یک انسان خجول، یک انسان آروم، حتی میشه گفتش که شاید به لحاظ قوه هوشی بهره خیلی بالایی نبرده بود، اما انسان بامرام و بامعرفتی بود که برای مردمش خیلی کار کرد. یعنی هر کاری که از دستش برمیومد، من پدر بزرگ خودم تعریف میکرد که میگفت بعد از زلزله بوئین زهرا اگر اشتباه نکنم که در همون سال دهه 40 اتفاق افتاده بود، میگفت یک لنگ به کمرش بست و در بازار این فقط از جلوی در مغازه ها رد میشد و کاسبه و کسبه محل اسکناس ها و باندرول هایی بود که اون زمان میدونید که به هر حال اسکناس در اون دوره مبلغ کمی نبوده، اسکناس هایی بود که توی لنگ تختی میریختن به واسطه اون اعتبار و عزتی که بین مردم. تختی فردی بود که طرفدار جبهه ملی بود، در کانون توجه شخصیت‌های مرکزی این جبهه قرار داشت، حتی اسم او رو در بین ورزشکارهای متعلق و معتقد به جبهه ملی قرار داده بودند. گفته میشه در دوره‌ای وقتی که نام تختی رو به شخص شاه معرفی می‌کنند برای اینکه ایشون رو، یعنی در اصل برای اینکه خود حکم سطح فدراسیون کشتی رو برای تختی بگیرن، همگام و همزمان میشه با زمانی که مراسم ختم دکتر مصدق برگزار شده بوده و شاه بعد از اینکه در درخواست مثلا رئیس سازمان تربیت بدنی وقت رو مبنی بر پذیرش تختی به عنوان رئیس فدراسیون کشتی میبینه، اون نامه رو پاره میکنه و بعد کشوی میزش رو میکشه بیرون، تعدادی از عکسای تختی رو که در مراسم ختم دکتر مصدق شرکت کرده رو پرت میکنه مقابل رئیس سازمان تربیت بدنی وقت و میگه که توی همچین آدمی رو میخوای بکنی رئیس فدراسیون کشتی؟ این همین دو روز پیش تو مراسم تخت تو مراسم ختم دکتر مصدق شرکت کرد. البته این نکات وجود داره، یعنی به هر حال زاویه‌ای که شاه از به ویژه از انتهای دهه 30 با تختی میگیره و خاندان سلطنت اصولا با تختی میگیرن مشخصه، اما ما نباید از حق هم بگذریم. آنچه که گفته میشه با این عنوان که مثلا تختی رو ساواک کشت یا با دستور شاه یا با دستور شاپور غلامرضا تختی رو کشتن، به هیچ عنوان صحت نداره. تختی گرفتار یک ملغمه شده بود در زندگی شخصی خودش که شاید بهترین عبارتی رو که بشه در ارتباط با مرگ تختی ازش یاد کرد، آقای جمشید مشایخی یک ماه پیش از درگذشتشون در یک مصاحبه تلویزیونی عنوان کردن، گفت تختی با همسر خودش مشکلاتی رو داشت، از طرفی با خانواده خودش هم به واسطه این ازدواجی که کرده بود به مشکلاتی برخورده بود، ضمن این که در انتهای کشتی از سمت همتیمی ها و از سمت خود کشتی هم مورد بیمهری هایی قرار گرفته بود و این مثلث برمودا دور تختی تنیده شده بود و روح و روان او رو تحت شعاع قرار داده بود، تحت تأثیر خودش قرار داده بود و زمانی به این تصمیم میرسه که خیلی جالب این عبارت رو حتما با دقت گوش کنید، میگفت تختی اگر در زندگی مشترک با همسرش باقی میموند دیگه تختی نبود و اگر زنش رو طلاق هم میداد باز هم دیگه تختی نبود، پس بنابراین خودش رو خلاص کرد. این عبارتیه که جمشید مشایخی در اون برنامه به خصوص راجبش صحبت میکنه. به هر حال همسن آقای تختی هم از دنیا رفتن چند سال پیش، فشاید درست نباشه که راجبشون صحبتی کرد، ولی خب با توجه به اون فاصله طبقاتی و فاصله فرهنگی که بین تختی و همسرش وجود داشت، زن او یک بانوی سانتیمانتال بود، شاید دلش میخواست در محافل مختلف مثلا در مهمانی های آنچنانی حضور پیدا کنه، اسکی بره و خب تختی برآمده از محله مولوی بود، یک کشتیگیر
هر حال سنتی، از یک خانواده فوق سنتی و مذهبی، و خواهرهای تختی، مادر تختی قاریان قرآن بودن، خانمهای جلسه‌ای بودن، سفره‌های حضرت عباس در خونه برپا می‌کردن، و خب حالا همسر رو از یک جنس دیگه، از یک طایفه دیگه بود. و خب شایعاتی هم در اطراف تختی نسبت به مسائل همسرش مطرح شده بود. خب اگر تختی خواست در اون زندگی مشترک باقی بمونه، شاید از نگاه جامعه و از نگاه عموم دیگه اون وجاهت و اون تعصب و غیرتی که از اون میشناختن باهاش نمیموند و باهاش حفظ نمیشد. چون ما الان داریم راجع به سال 1345 و 46 صحبت میکنیم، یعنی داریم راجع به دوره‌ای صحبت میکنیم که فضای فرهنگی جامعه ایران خیلی متفاوته با امروز. این رو باید در نظر داشته باشیم. از طرفی اگر میخواست همسرش رو هم طلاق بده، به نوعی انگار به همه اون شایعات و شایبه ها یک مهر تأییدی زده بود، و اون وقت میگفتن نگاه کنید تختی به اون عظمتش که مثلا با این غیرت و تعصبی که داشت، زنش مثلا این مدلی بوده، اینجوری بوده. و خودتون به هر حال میدونید در بستر اجتماع چه اتفاقا و چه حرف و سخنهایی ممکنه پدیدار بشه. بنابراین میخوام بگم که حتی سلبریتی هایی مثل تختی، حتی پهلوان هایی مثل تختی، اینها حد خودشون رو میدونستن. اینها نه مشوق مردم بودن که آقا شما بیا مثلا بشو طرفدار مصدق. حتی آقای فیلابی که ایشون هم از کشتیگیرهای سنگین وزن ایران بودند و به هر حال جزو قهرمانان ملی ما هستن، که متاسفانه باید عرض کنم که امروز روز عقیده ایشون نزدیک است به سازمان منحوس مجاهدین، ایشون هم در مصاحبه‌ای که با همین صدای آمریکا داشتن عنوان کردن که یک روز تختی اومد به من گفتش که فیلابی بیا میخوام ببرمت یه جایی. خب آقای فیلابی به لحاظ سنی از تختی خیلی کوچیک‌تر بودن، آخر کشتی تختی به اول کشتی آقای فیلابی پیوند میخوره، ولی میگفت خب خیلی منتظر تماسش شدم، گفتش مثلا فردا با تماس میگیرم فلان ساعت میام دنبالت با هم یه جایی بریم. میگفت من روز بعد هر چقدر منتظر تماس تختی شدم، دیدم که ایشون با من تماس نگرفت. بعد خب 3-4 روز بعد من تختی رو از نزدیک دیدم و بهش گفتم من منتظر شما بودم آقا تختی، شما تماس نگرفتید. گفت یه جایی رفته بودم که ترسیدم اگه تو بیای واسه دردسر درست شه. یعنی ببینید انقدر این آدم مسئولیت پذیر بود، انقدر این آدم آدمی بود که اعتبار و احترام قائل میشد برای حتی دوست و رفیق و همتیمی خودش. در نهایت اینکه ما باید تفکیکی داشته باشیم بین جامعه هنری و جامعه سلبریتی ها، و اینکه اصلا اونها در چه جایگاهی هستن، چگونه اظهار نظر میکنن، تا چند اندازه بعد اظهار نظرهاشون رو در مورد هر پدیده‌ای جدی گرفت. ببینید آقای کامبیز دیرباز، من در برنامه‌های قبلی من گفته بودم چندین بار اومد صحبت کرد که آقا شما بیاید از تیم ملی استعفا بدید. آخه مگه میشه؟ اصلا من اون دوستان ورزشکاری هم که از تیم ملی استعفا دادن رو نمیفهمم. شما در اعتراض به یک اتفاقی از تیم ملی استعفا میدید؟ مگه تیم ملی متعلق مثلا به یک جریان سیاسیه؟ مگه تیم ملی یک کشور متعلق مثلا به یک حزب خاصیه؟ شما نماینده کشورت هستی در مسابقات ورزشی بین المللی. بنابراین اصلا توجیهی وجود نداره که شما بگید که آقا من در تیم ملی ایران نمیخوام دیگه بازی بکنم به خاطر اینکه الان مردم مثلا از قبل یه اتفاقی آسیب دیدن. تیم ملی چه گناهی کرده؟ شما مگه قراره در تیم ملی برید بلندگوی مثلا یک ساختار سیاسی باشید؟ شما نماینده مردمت هستی. بهترین عبارت رو خود سردار آزمون به کار برد، گفت پیرنی که من دارم میپوشم فقط پیرن من نیست، پیرن یک ملت، پیرن 85 میلیون ایرانیه، چه اونایی که ایران داخل کشور هستن، چه اونایی که خارج از کشور هستن، با هر منطق و مسلک و عقیده و نظری. پس بنابراین به نظرم یه جاهایی ما باید حواسمون باشه چه اظهار نظری میکنیم، چی میگیم، از فوتبالیست های جوانمون چی میخوایم، از ورزشکارمون اصلا چه انتظاراتی داریم، اونا به چه شکل دارن رفتار میکنن و همراهی میکنن. اینا خیلی مهمه، به نظرم نباید این مسائل رو نادیده گرفت.
خب من برم دوباره سر صحبت با دوستان. خانم شرقی غمگین فرمودن که نوع نگاهت خیلی درست و منصفانه است، حداقل نسبت به آقای گیل عزیز. آن یعنی حد یعنی نسبت به اونای دیگه منصفانه نیست، نمیدونم شاید. بله خب ببینم که دوستان دیگر. آقای سعید دارابی، حالا من این نکته رو نمیدونستم، خوبه که این رو هم گفتم. گفتن در جام جهانی 1990 که آمریکا حضور داشت، مسابقاتش رو نشون ندادن و حتی اسمش رو هم نمی آوردن. در مجلات ورزشی جای اسم آمریکا رو خالی میگذاشتن. ببینید به هر حال این اتفاقاتیه که ما در فضای رسانه‌ای و فضای فرهنگی در دوره تجربه کردیم و میبینید که در همون 4 سال بعد که مسابقات در خود امریکا برگزار میشه، مجبور میشه مسابقات جام جهانی رو پخش بکنن، چون به هر حال همونطور که عرض کردم فوتبال فقط فوتبال نیست، میدونید فوتبال فقط ورزش نیست. فوتبال به ویژه اونهایی که در استادیوم های ورزشی تونستن مسابقات فوتبال رو دنبال بکنن، حرف من رو شاید بهتر بگیرن. فوتبال یک زندگی، شما در استادیوم ورزشی میبینید از هر طبقه ای، از هر قشری، از هر سنی آدم نشسته با لباس ها و پوشش های مختلف، ولی توی اون فضا همه با هم همبستن، همه با هم یکی هستن و همه برای یک نام یک تیم با هم دیگه به اتحاد رسیدن. بنابراین شما در استادیوم های ورزشی هرگز نه احساس فخر فروشی بهت دست میده، نه کسی تفرعون به خرج میده. اون آدمی که شاید از محله های زاغنشین اومده و اون آدمی که از بالاترین نقطه شهر خودش رو رسونده، کنار همدیگه هماهنگ و همگام با هم در جهت پیروزی تیم مورد علاقه شون دارن تشویق رو انجام میدن و این خیلی مهمه. در ارتباط با مسئله جام جهانی و اصولا مسابقات ورزشی، من نگاهم رو خدمتتون عرض کردم و در ارتباط با فرهنگ امریکا ستیزی و مقابله هایی که از این جنس ما با آمریکا داشتیم که برها بسیار سطحی و دم دستی هست و خوشبختانه ما چند سالیه که حداقل از جام جهانی 98 فرانسه به بعد با اون عکس تاریخی که فوتبالیست های هر دو کشور در کنار هم گرفتن، تا اندازه این تابو شکسته شد، گرچه که این بازی عدم دیدار سیاستمداران دو کشور ایران و امریکا با همدیگه هم یکی از تابوهایی است که در دوره روحانی سعی شد تا اندازه شکسته بشه. به هر حال ظریف با وزیر امور خارجه امریکا مذاکراتی رو داشت، اما نهایتا نرسید به جایی که رؤسای جمهور دو کشور و پرچمهای دو کشور در کنار هم قرار بگیره. حامد آهنگر گفتن که خانم فرید کجا از صحبت های فائزه هاشه. خب دوستان اگر سوالی نکته هست من در خدمتتون هستم. آها آقای خانم فریده خلیلی گفتن آقای کیان در مورد مواضع آقای رائفی پور هم در جریانات اخیر صحبت بکنید. ببینید من حقیقتش مدتیه که دیگه اصلا وقتم رو تلف شنیدن مواضع ایشون نمی کنم. آقای رائفی پور یک فردیه که یک سری کتاب ها رو بهش دادن خونده و با توجه به هر حال به قدرت بیانی که داره و اون توانمندی هایی که در فصاحت و بلاغت داره، میاد و با جوونا یک طرح رفاقتی رو از همون سالهای 88-89 ریخ با حضورش در دانشگاه‌های مختلف، با لباس اسپورت پوشیدن، با صورت شیشتیق زدن و منم مثل شما، شما مثل منید و این حرفا، اومد راجب یک پدیده در اصل جذاب برای نسل جوان شرکت به صحبت کردن. یعنی چی؟ یعنی بحث مربوط به فراماسون ها که یک موضوع شاید مجهول و البته در کنار این مجهول بودن جذابی به نظر می رسید برای نسل جوان رو مطرح کرد. راجب تاریخچه برخی از این فرقه هایی که به هر حال در
قرن گذشته روی کار آمدن، صحبت هایی رو داشت. من یک جا متوجه شدم که اصولا نشستم پای صحبت هایشون عبسه. اون هم جایی بود که ایشون یک اسکناس، حالا یادم نیست، یک دلاری بود، ده دلاری بود، صد دلاری بود، چقدری بودش رو یادم نیست، ایشون یک اسکناسی رو برداشتن، یک دلاری رو برداشتن و شروع کردن این از جهات مختلف تا زدن. یعنی شاید بهتون بگم بالای 60-70 تا 80 تا این اسکناس پیدا کرده بود که هر کدوم هم از جهات مختلفی. بعد از این 70-80 تا تایی که زدن، اومد اسکناس رو به پشت، یعنی قسمتی که فکر میکنم یه مقدار دار و درخت است و اینا، جلوی اسکناس که صورت رئیس جمهورهای فقید امریکا است و پشتش هم مثلا یه فضای بوده، میدونم فضای خود کاخ سفید با درخت‌های اطرافش بود، حالا الان دقیقا حضور ذهن نداره. اومدن کلی اینو تا زدن اینو، بعد اینو گرفتن جلوی دوربین و جلوی مردم، گفتن که ببینید این شکلی که ظاهر شده بود روی اسکناس یک شباهتی، یعنی مثلا شما اگر ذره بین دستت میگرفتی یک شباهتی پیدا کرده بود با اون تصویری که از فرو ریختن برج‌های دوقلویی که در نیویورک اگر اشتباه نکنم بود، اون برج‌های دوقلویی که کنار هم بود و اون لحظه‌ای که این دود از کنار این دو برج سر به آسمان میرسونه و اینها در حال فرو ریختن. یک تصویر، یک نمای نزدیک به اون عکس رو ایشون توی اون اسکناس اومد درست کرد و به خورد مردم داد و گفت ببینید اینا از همون 100 سال پیش برنامه یک همچین روزی رو داشتن. من اونجا با اینکه خب اون موقع من سنم خیلی پایین تر بود، گفتم که آقای مزخرفات چیه شما داری میگی؟ اسکناسه حدود مثلا چونم 100 سال 150 سال پیش طراحی شده، اصلا برجی اون موقع نبوده، هواپیمایی وجود نداشته دیگه، شما 100 سال پیش دیگه در بهترین حالت ممکنش از این هواپیمای ملخی مثلا خیلی نازل رو میدیدی. اون موقع اینا میدونستن که این برج‌های دوقلو 100 سال بعد ساخته میشه، بعد یه هواپیمایی میره توش اصابت میکنه، بعد اینا به این صورت منفجر میشن که به این صورت دود از مثلا کناره‌های اون ساختمون میزنه بالا. احمقانه نیست به نظرتون؟ یعنی تئوری توطئه دیگه از این ماستی تر مگه ما داریم؟ مگه از این آبکی تر هم میشه تئوری توطئه مطرح کرد؟ خب ما با یک همچین پدیده هایی طرفیم. و بعد آرام آرام دیگه از همون سالهای 89 و 90 ایشون، در از 89 که فکر میکنم شروع کارشون بود، از سالهای 91 92 که نزدیک میشدیم به انتخابات بعد از دوران احمدی نژاد، ایشون وارد فضای سیاسی و حالا به ماجراهای اصلاح طلبا چی میگن، اصولگراها کجان، اصلاح طلبا پیشینشون چی، اصولگراها پیشینشون چی، اومد راجع به این فضاها صحبت کرد. و بعد من یادمه برای اینکه بتونه بحثهای خودش رو جذاب بکنه و به هر حال بتونه گیرایی بیشتری هم داشته باشه، میومد هر از گاهی مثلا ترانه گروه بلکتس و ترانه شهبال شپره عزیز رو میگذاشت، همون پیشی پیشی معما، اون ترانه که فکر میکنم در اوایل دهه 70 هم ساخته بودن. بعد میشه این ترانه رو تحلیل محتوا میکرد که من فکر میکنم اصلا شما بگید به خود ترانه سرای اون کار بگید ما این کار رو نشستیم تحلیل محتوا کردیم، ساعت ها میشینه بهتون میخنده. و گفت اینها نمیدونم چرا گفته گربه سیاه، به خاطر اینکه گربه سیاه نماد نفته، بعد نفت مال غربه، بعد چشای گربه سبزه، اصلا یک اراجیفی رو به هم بافت. و گفت چرا میگه پیشی پیشی مثلا من اینجا داره مثلا تضاد فرهنگی بین غرب و شرق رو مطرح بود. اصلا یکی میتونم بهتون بگم آدم دل درد میگرفت وقتی میخواست بشینه و این برنامه ها رو و این صحبت ها رو کامل بشنوه. آرام آرام آمد وارد فضای دیگری شد، نسبت خودش رو با گروه ها و جناح‌های سیاسی آقای رایف پور نشان داد و امروز روز که دیگه عملا دارید میبینید که ایشون چی کار است و داره چی کار میکنه. همه جا میگه آقا جلوی ما رو گرفتن، با ما نمیدونم مقابله کردن، ولی ما همچنان داریم هزینه میدیم،
آقا تو رو خدا از این هزینه ها رو دوش ما هم بندازید، بذارید ما هم یکم هزینه بدیم. اگر این هزینه است اسمش، اگر اینکه شما تو هر دانشگاه و کوی و برزنی تریبون بهت میدن، اگر مؤسسه داری، اگر مدرسه غیر انتفاعی نمیدونم داری دایر میکنی چی کار میکنی، اگر از این هزینه ها هست بگید ما هم یه بخشش رو متحمل بشیم، ما میخوایم هزینه بدیم. بنابراین فکر میکنم که مبسوط راجع به آقای رایفی پور خانم خلیلی پاسختون رو دادم. باز اگر سوالی هست در خدمتون هستم. خانم شرقی غمگین در ارتباط با آقای حسین گیل میفرمید که میگن با توجه به ظاهرشون و اون تغییر ایدئولوژیکی که داشتن، شما به صرف این مسئله نظر و نگاه منفی نسبت به آقای گیل نداشتید. چون ببینید اصلا ماهیت هنرمندان و سلبریتی ها همینه. سلبریتی ها دلشون میخواد، اکثرشون رو عرض میکنن، حالا همشون رو هم نمیدونم، میخوان در مرکز توجه باشن. گاهی این مرکز توجه بودن با سکوت سیاستمدارانشون شکل میگیره. این سکوت سیاستمدارانه یعنی که یه جاهایی باید منفعل عمل بکنن برای اینکه بتونن فعالیت خودشون رو در یک ساختاری ادامه بدن، برای اینکه ممنوع فعالیت نشن، برای اینکه ممنوع تصویر نشن و و. یک جاهایی وقتی که میبینن که خب اون تصویره رو حالا به هر دلیلی از دست دادن، اون اقبال سابق دیگه باهاشون نیست، ممکنه بیان توی زمینه‌های دیگری اظهار وجود بکنن و اونجا بیان خودشون رو ملاک عمل قرار بدن. یک خانم بازیگری بودن که من اسمشون رو نمیارم، البته ایشون بازیگر خیلی مطرحی هم نبودن، حدود مثلا یک ساله هم میدیدن که مدام دارن بگید پستایی که مثلا رسانه مناتو میذاره رو لایک میکنن، کامنت میذارن زیرش، حتی دیگرانی که کامنت گذاشتن ایشون میرن زیر پستای کامنت های اونا هم ریپلای میکنن، و بعد حتی یه سری لایف برگزار کردن، پست گذاشتن، ولی خب در لایف ها و پست هایشون مثلا نهایتا شاید 50 نفر آدم میامد بالا، مثل لایف های من که، البته من که سلبریتی نیستم. بعد از یه مدت ایشون گفتش که آقا من اصلا دیگه نمیخوام فعالیت بکنم، اصلا من دیگه نمیخوام معترضم باشم، چون معمولا هم دیدگاهشون دیدگاه اعتراضی و نقادانه به مسائل مختلف کشور. گوه آقا اصلا شما همراهی نمی کنید، شما نمیدونم برنامه های منو لایک نمی کنید، شیر نمی کنید، نمیدونم به اشتراک گذاری نمی کنید، من اصلا نمیخوام دیگه، دیگه هم نه انتقاد میکنم نه اعتراض میکنم، اصلا پیجم هم میبندم میرم پیج کنم. خب این نشون دهنده اینه که پس ایشون دغدغه نداره، دغدغه اجتماعی نداره، دغدغه سیاسی نداره. ایشون تلاش خودش رو کرده برای اینکه در یک پلتفرمی دیده بشه و این اتفاق براش رخ نداده. حالا که رخ نداده میگه خیلی معذرت میخوام، میگه گور پدر همتون، پیجر رو میبندم میرم سراغ زندگی خودم. بنابراین ما با چنین پدیده هایی در فضا و جهان سلبریتی ها مواجه هستیم و من به دلیل فعالیتی که خودم به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک برنامه ساز داشتم و آشنایی که با برخی از این چهره ها دارم و دورادور حالا خیلی هاشون ممکنه بشناسم، میدونم که رو دیوار اینا نباید یادگاری نوشت. فقط همین رو خدمتتون عرض بکنم. آقای سعید دارابی نازنین گفتن که یک کاری که همسال رایفی پور و عباسی انجام میدن شبه علم میگن، این هم یکی از دردهای جدید جامعه است. اصلا اینها شبه علم هم نیستن، اینها ضد علم هم. میدونید این شبه علم یعنی شما یک مباحثی رو مطرح میکنید که از یک ساختار نظامند علمی برخورداره. حالا قاطی این ماجره های چیزایی هم مطرح میکنه که حالا ممکنه علمی نباشه. اینها اصلا اینها ضد علم رو علم جلوه میدن و من فکر نمیکنم این اسم شبه علم باشه. اینها اصلا مهمل و مزخرف رو در قالب علم میان عرضه میکنن و این رو هم با استفاده از داد زدن، توهین کردن، رجسخونی کردن، تهدید کردن و مسائلی از این دست. مثلا دیگه نمونه بارزش آقای سعید قاسمی بوده. یه آقای سعید قاسمی فقط کافی شما بهشون بگید بالشش در روی، به تمام اتهامات نمیدونم علیه امنیت ملی، خیانت، نمیدونم جاسوسی، به همه چی محتوا هم یک دقیقه شما رو متهم میکنه. ممکنه اسمت هم ندونه، ندونه اصلا شما چی کاره ای، از کجا اومدی،
شغل چیه، فقط کافی بگی آقای سعید قاسمی شما این حرفی که داری میزنی من بهش نقد داریم، این حرف درست نیست، فقط همین یه جمله رو شما بهشون بگو ببین چگونه به شما میتازه و شما رو در زمره ناکسین و قاستین و نمیدونم خیانتکاران قرار میده. از موزه داریوش بگی، دقیقاً داریوش هم گرفتار همین مسئله شده. اونایی که من رو میشناسن میدونن من یک داریوشی هستم، صدای داریوش، ترانه های داریوش رو بسیار دوست دارم، اصلا بحثی هم درش نیست. اما باز ما باید واقعیت هنرمندانمون رو ببینیم. این که من طرفدار صدای آقای داریوش هستم، ترانه هایشون رو دوست دارم و اشراف دارم به اینکه او هوش بسیار بالایی در انتخاب ترانه ها و خانششون در زمان درستی داره. ببینید داریوش یک فردیه که میتونم به جرئت بگم که یک فرد کم سوادی است، به ویژه در حوزه سیاست، و خوبه که خودش هم حداقل در دوره قبل از انقلاب به این کم سوادی اذعان میکنه و میگه اگر هم من اون زمان ترانه سیاسی رو اجرا میکردم، اگر هم من وارد فاز ترانه های خانش ترانه های اعتراضی شده بودم، در اصل من متأثر از اون دوستان و رفقایی بودم که اطرافم قرار داشتم. ایرج جنتی عطایی بود، بابک بیات بود، اردلان سرفراز بود. خب اینا آدم های اهل مطالعه، دغدغه من، صاحب اندیشه ای بودن. حالا ممکنه ما با اندیشه شون مخالف بشیم. خب یه آدم، یک پسر جوانی بوده که دلش میخواسته مشهور بشه، از قضا شیطنت هایی رو هم در همون عالم خوانندگی مرتکب می شده، تکروی هایی هم داشته، زیرابزنی هایی هم داشته، و بعد هم به هر حال به واسطه این شکلگیری مثلث بابک بیات، ایرج جنتی و داریوش تونسته قله های محبوبیت و شهرت رو هم در اون زمان و حتی در سالهای بعد از انقلاب سپری بود. آقای داریوش به گفته آقای علی گزرسس که از دوستان صمیمی ایشون هستند و حتی اونطور که در اطلاع دارم کتاب خاطرات آقای داریوش رو هم آقای گزرسس دارن به رشته تحریر در میارن و از جمله ترانه سراهایی هستش که اولین کارهای داریوش رو ایشون سروده. ترانه سرا نگم با آقای اسفندیار منفردزاده برمیخوره، ترانه سراهایی هستن که در اصل اولین ترانه های داریوش رو سروده. آقای گزرسس خودشون با من صحبت میکردن در این زمینه، دیگه این بدون واسطه است، میگفتش که داریوش اصلا نمیدونه سیاست یعنی چه. حتی در زمانی که هنوز خیلی قاطی این فضاهای اعتراضی سیاسی نشده بود، مثلا فلان ژنرال ارتش یهو زنگ میزد میگفتش که داریوش تولد پسر من توی یکی از هتل‌های شمال شهر، فلان روز فلان ساعت بیا، مثلا اینقدر بهت پول میده. و با کلم داریوش بلند میشد میره برنامهشم اجرا میکرد، پولشم میگرفت، بعدم برمیکش سر زندگیش. یا سر همون ماجرای آنچنانی که دعوایی که بین داریوش و فرشید رمزی مطرح میشه، دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که داریوش اون زمان داشت در شو 6 و 8 فعالیت میکرد در کنار سایر هنرمندانی از جمله افشین، اونیک، ماسیس، نلی، کیوان و این عزیزان. اتفاقی که رخ داده بود چی بود؟ اتفاقی که رخ داده بود این بود که فرشید رمزی که تهیه کننده اون برنامه بود گفته بود که آقا بدون اجازه من هیچ برنامه‌ای نباید برید اجرا بکنید، دعوت هیچ فردی رو نباید قبول بکنید. و خب داریوش اینجا یه زیرابیایی میرفت و دعوت‌هایی رو هم قبول میکرد و شرکت هم میکرد بدون اینکه فرشید رمزی بدونه. از قضا در مهمانی خصوصی یکی از شخصیت‌های مطرح اون زمان تهران که ایشون ظاهراً از پزشکای عالی رتبه بودن و البته ضبط و ربطی هم با دربار داشتن، داریوش دعوت میشه که اونجا اجرای برنامه داشته باشه. از سمت دیگه فرشید رمزی هم به واسطه رفاقتی که با اون پزشک داشته دعوت میشه، درگیری بین اینها شکل میگیره و نتیجه اون درگیری میشه که فرشید رمزی نگاتیف های برنامه 6 و 8 رو میسوزونه و به همین دلیل ما در آرشیو تلویزیون فکر نمی کنم برنامه از 6 و 8 باقی مونده باشه که در این سالها تونسته باشیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. و بعد هم که بنا داشته که شوی چشمک رو بسازه، یک تغییر رویه میده و اصلا اصولا فرمت اون برنامه رو تغییر میده و گوگوش رو به عنوان مجری اصلی دعوت میکنه و از بسیاری از خواننده های نوظهوری که با 6 و 8 به شهرت رسیده بودن دیگه استفاده نمیکنه در برنامه جدیدش.
حالا همه اینا رو بذاریم کنار، داریوش در یک مقطعی توسط امید دانا که به نظر من حمایت‌های داخلی داره و همینطور تعداد دیگری از هنرمندانی که حالا دیگه یک رویکرد سیاسی ضد این ساختار رو پیدا کرده و خیلی هاشون حتی به دامان مثلا نظام سلطنتی پناه برده بودن، مورد نقدهای بسیار ساختاری و عجیب قرار میگیره. یکی از مهمترین منتقدین داریوش اقبالی شبکه تلویزیونی من و توست و این باعث میشه که داریوش جز و افرادی باشه که هرچند ترانه هاش پخش میشه به بهانه که مثلا فلان ترانه سرا رو دارن باش مصاحبه میکنن و اون ترانه رو مثلا داریوش اجرا کرده بود، به این صورت پخش میکردن کاراشو، ولی هرگز شما مصاحبه ای از شبکه من و تو نمیبینید که با داریوش برگزار کرده باشه، چون اصولا ذهنیت شبکه من و تو به داریوش اینه که شما جز اون سلبریتی هایی بودید که اون زمان نفهمیده نسنجیده آب در آسیا به دشمن ریختید، باعث بانی شکلگیری انقلاب شدید و الان هم داریم میبینیم که وضعیت اینه. داریوش باز از هوشمندی خودش استفاده کرد، از یک مقطعی به بعد نگرش قدیمی خودش رو در انتقاد از حکومت پهلوی کمرنگ کرد، میخوام بگم کنار گذاشت، کمرنگ کرد و اون چیزی که محصول فعالیت داریوش شد همکاری با رسانه های از قضا سلطنت طلب یا رسانه هایی که میشه گفتش که نزدیک هستن به مواضع سلطنت طلب، به خاطر اینکه داریوش احساس میکرد که بخشی از پایگاه اجتماعی خودش رو حداقل در خارج از کشور داره از دست میده به واسطه اون ایدئولوژی و دیدگاهی که داشته، اگر بخواد این رویه رو به همین سمت و سو ادامه بده ممکنه تأثیرات مخربی که برنامه های مختلف، مصاحبه هایی که حالا صورت گرفته و همه تقریبا 90% این مصاحبه ها در نقد شخصیت و افکار داریوش بوده، بتونه روی مردم و جامعه ایرانی خارج از کشور انقدری تاثیرگذار باشه که داریوش تحت شعاع قرار بگیره محبوبیتی که در طی این سالها به دست آورده. به همین دلیل ایشون یک شیفتی میزنه، یک انتقالی پیدا میکنه از اون رویه انفعالی که به ویژه از سال 90 به بعد پی گرفته بود، به اینکه میاد با فرزاد فتاحی همکاری میکنه، میاد مجدد اردلان سرفراز رو به کار میگیره برای اینکه براش ترانه بنویسه، با ایرج جنتی آخرین ترانهش رو کار کرده و دوباره اون فاز و فضای سیاسی رو به ترانه هاش بخشیده برای اینکه بتونه حالا این بار نگاه و نگرش مثبت مخالفین ساختار فعلی رو هم داشته باشه. و اینکه شما میبینید در اخیراً در کنسرت‌های مختلفش از همبستگی صحبت میکنه، از رهبریت رهبران سیاسی، عملاً داره کد میده که آقا من هم همراه هستم با رهبری فرض مثال شخصی که شما میپسندید و میپذیرید. همین آقای گزرسز میگفتش که در همون دهه 60 شمسی یا مثلا دهه 80 میلادی، اون دوره‌ای که داریوش در آلمان به سر میبرد، وقتی که مثلا از مترو میگفت ما بخواد داشتیم از ایستگاه مترو رد میشدیم یا فرض مثال از مترو پیاده شده بودیم داشتیم از پله‌های برقی میومدیم بیرون، این مجاهدین میومدن بغل گوش داریوش شروع میکردن وزوز کردن و یه کاغذ هم دستشون بود، یعنی یه پاکتی بود که ظاهرا توش مبلغ چک نوشته شده بود که تو اگه بیای تو گروه ما، اگه فلان کنی، اگه بهمان کنی، هم به تو رو به لحاظ مالی ساپورت میکنیم، هم برات کنسرت برگزار میکنیم، هم چی هم چی. میگفت انقدر اینا سراغ داریوش اومده بودن که حتی وسوسه شده بود بره ببینه اصلا چه خبره، چی مثلا اینا چیکار دارن میکنن. و به این واسطه خواننده های زیادی رو هم اینها درگیر مواضع فکری خودشون کردن، اما نهایتا داریوش اطرافیان هوشمندی داشت که او رو بری کردن از اینکه بخواد همکاری بکنه با مجاهدین یا اینکه حتی بخواد دوره ای رو تجربه نزدیکی با مواضع اینها رو پشت سر بگذاره. ولی خب عارف رو ما داشتیم که پناه برد به اینها و البته بعد از دوره هم براعت جست. منوچهر سخایی رو داشتیم، خانم الهه رو داشتیم، عماد رام رو داشتیم، خانم مرضیه که تا آخرین روزهای زندگیشون به هر حال همچنان هم مسلک این گروه باقی مونده بود، خانم مرجان رو داشتیم.
ویگن برای یک مدتی بود که خب حالا نمیدونم شاید دوستان ندونم، ولی ویگن حتی جلوی مریم و مسعود رجوی ترانه هم اجرا کرده بود، گیتار هم زده بود، که خانم ژاکلین که انشالله خدا بهشون سلامتی بده، خانم ژاکلین تایی صحبتی که با من داشتن گفتن که من اون موقع با ویگن قرار بودم، ولی وقتی که شنیدم که همچین اتفاقی افتاده فوری به پدرم زنگ زدم گفتم که اگر میخوای دیگه اسمت رو نیارم تو با در کنار مجاهدین باقی بمون، و پدر منم گفت والا من اصلا اینا رو نمیشناسم، نمیدونم اندیشه و تفکرشون چیه، که گفتم به محض اینکه وارد آمریکا شدی فورا یک مصاحبه رادیویی رو باید ترتیب بدی و اعلام براءت بکنی از اون سازمان، که ظاهرا ویگن هم این کار رو کرده بود. خانم ژاکلین معتقد بودن که خواننده‌های مثل آقای عارف و آقای منوچهر سخایی تا اندازه‌ای تونسته بودن این تاثیر رو روی ویگن بگذارن که خب ویگن مثلا در جمع اونها حاضر بشه. خواننده های مثل مرتضی هم بودن که در همایش هایی که در خود امریکا برگزار میکردن حضور پیدا میکردن. ببینید سلبریتی که دارم بهتون میگم یعنی این، یعنی یک جایی بالاخره منافع درگیر میشه و خب به ویژه اگر شرایط شرایط سختی باشه ممکنه هر کسی رو وسوسه بکنه. داریوش الان یک به نظرم هوشمندی رو به خرج داده و طبق اون هوشمندی هم داره پیش میره. البته که من در تلاش هستم که یک برنامه مستقلی رو که شاید چند قسمت بشه راجع به داریوش بسازم و حتما در روزهایی که یکم سرعت اینترنت بهتر باشه اون رو بارگذاری خواهم.